سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها از دوشنبه شب تا جمعه شب محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک که عمدتاً در بین همه برنامه های موجود میکوشید تا سخن یک رو از صفحه یک و قطعاً از زبان مطبوعات چاپ تهران نیز داشته باشید. بر این روی اعلام امتنان میکنم. برنامه امشب پنجشنبه دوم تیر ماه ایرانی برابر با 23 ژوئن 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب عمدتاً برگرفته از مطبوعات چاپ تهران، البته نگاهی هم به سایر رویدادها خواهیم داشت. خب قبل از اینکه اصلا به مطبوعات بیام، یک تک رویدادی بوده که از آغازین ساعات بامداد امروز پنجشنبه در شهر شبکه ها منتشر شد، بازنشر شد، اتاقهای زیادی هم در کلاب هاوس راه اندازی شد. تا اینجایی که من برنامه رو ضبط می کردم هیچ منبع رسمی تایید نکرده بود خبر رو، اما خبر چه بوده؟ کنارگیری یا برکناری یا ترور آقای طائب، همان مرد امنیتی سرکوبگر جنبش 88، قیام انتخاباتی و دیگر اعتراضات مردمی. بدین روی از اهمیت موضوعی برخوردار بوده که حاوی چندین نکته نهان بر این رویداد مترتب هست که آیا توسط مقامات بالادستی یعنی رهبری نظام ایشون برکنار شده؟ آیا پروژه های جدیدتری ذیل حوزه مدیریتی ایشون به علت اشراف مدیریت امنیتی اسرائیلی ها به وجود آمده که ناگزیر به کنارگیری ایشان شدن؟ حتی خبرهایی می گفتن که ایشون در بیمارستان خاتم الانبیا است، حتی گفتن که نوعی ترور هم می تواند از سوی اسرائیل باشد. خب حسب بسیاری از منابع داخل ایران، بامداد امروز پنجشنبه دوم تیر ماه در گزارش های عملا تایید نشده ای منتشر شده بود که از ترور نافرجام آقای حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه ایران خبر می‌دادند. بنابر همه این گزارش‌ها آقای طائب که خب آگاهی دارید به دلیل حوادث امنیتی اخیر در ایران از سمت خود عزل شده بود، پس از این ترور نافرجام به بیمارستان منتقل شد. رسانه‌های اسرائیلی هم در روزهای گذشته از نقش آقای طائب در برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیل در ترکیه پرده‌هایی رو کنار زده بودند. منابع امنیتی اسرائیل نیز دوشنبه با تایید نقش طائب در طراحی ترور توریست‌های اسرائیلی در ترکیه و کشورهای دیگر اعلام کردند که نیروهای امنیتی اسرائیل او رو زیر نظر دارند. یعنی خیلی از نگاه‌ها از احتمال ترور ایشان و همینطور آسیب دیدگی ایشان حکایتگر نقش نهادهای امنیتی اسرائیل هست که حتی گفته شده محتملاً مسموم کرده باشند. علی‌ای حال همزمان اکانت توییتر ترور آلارم از بستری شدن طائب رئیس اطلاعات سپاه در بیمارستان خبر داد. طبق همین حساب توییتری می دیدم که اشاره می شد طائب که چند روز پیش شهروندان اسرائیل رو در استانبول تهدید به هدف قرار دادن کرده بود، در بیمارستانی در تهران بستری شده. همه اینها در حالی است که در سوی دیگر ماجرا در کنار همه تحلیل ها و گمانه ها روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط هم می دیدم که به کارنامه تبهکاری ایشان اشاره می کرد، به مجموعه جنایت های صورت گرفته توسط این شخص امنیتی در جمهوری اسلامی. این رسانه و این روزنامه هم اشاره می کرد که به طور محتمل و خیلی گزاره قوی این احتمال رو می دانست که نظر به اظهار نظر مقامات اسرائیلی در رابطه با نقش آقای طائب در شکار شهروندان و ناامنسازی شهروندان اسرائیل در حوزه های کشورهایی که توریستی سفر می کنند، محتملا این رو تروری سازمان یافته از سوی کشور اسرائیل می دانست. خب خبرها و نظرها رو کماکان با کمی تو همین زمینه و موضوع دنبال می کنم، زمینه و مضمون، چرا که حالا می رسیم به مطبوعات. اظهار نظری رو من می دیدم آقای علی لاریجانی داشت که نشانگر خیلی امنیتی سخن گفته بود، خیلی کدواژه بود کلامش، که من این مطلبش رو می خونم. نظر به این که خب علی لاریجانی خود شخصیت امنیتی بود
مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بود. ایشون یک تحلیلی داره از فعل و انفعالات صورت گرفته در بین ستیزهای اخیراً حاصله میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران. معتقد هست که اسرائیل عملاً داره مجموعه تهدیدات و عملیات رو اصلا از سر حزب الله دور میکنه، از نبردهای نیابتی دور میشه و عملیات رو به خود میدان در تهران داره منتقل میکنه. آقای لاریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، پس از حوادث ترور و تخریب اخیر منتسب به اسرائیل در خاک ایران گفت که امروز اسرائیلی ها دریافته اند که چطور با ما مقابله کنند. این لسان، این کلام امنیتی است. ایشان دیروز چهارشنبه در مراسم رونمایی از کتاب نبرد مخفی علیه ایران در کتابخانه ملی با اشاره ضمنی به شکست مذاکرات اتمی وین اظهار داشت که اسرائیل هر جا که نزاعی علیه جمهوری اسلامی ایران باشد وارد می شود. یعنی با تازه نگه داشتن نزاع که قطعا با حماقت‌های و بلاهت مردان جمهوری اسلامی ممتد می شود، هر جا که نزاعی علیه ایران باشد وارد می شود تا آن را طولانی و عمیق کند. آنها وارد موضوع هسته‌ای می شوند تا مبادا توافق شود. می خواهند تا جایی که ممکن است مانع توافق شوند. خب، موضوعی که به دفعات بسیاری از کارشناسان عرصه سیاست و رسانه از طیف‌های مختلف، از برانداز ایران دوست تا اصلاح طلب غیر حاکمیتی، به دفعات موضوع را اشاره کردند که محتملاً کاسبان تحریم، بعضاً نهله‌های نهادهای امنیتی، گروه‌های نظامی نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی، بسیاری از این طیف‌ها و گروه‌ها اتفاقاً میل به ادامه تحریم دارند، میل به شکست برجام دارند که به لحاظ شناسنامه ای طیف جبهه پایداری ها از اون در اون دسته قرار میگیرند. و آقای لاریجانی معتقد هست که این میزان حضور میدانی نهادهای امنیتی اسرائیل در کشور و همینطور تلاش برای عدم احیای برجام و شکست مذاکرات وین، مجموعه این پارامترها یک تاکتیک و تدبیر امنیتی توسط اسرائیل هست که تا بتواند سر اختاپوس رو در تهران بزند. همون چیزی که اخیرا مقامات اسرائیلی به دفعات اشاره کردن که ما دیگر با نبرد نیابتی و حزب الله رو در فلان خیابانی در لبنان و شامات بزنیم کاری نداریم، مستقیم در خیابان‌های تهران اقدام می‌کنیم، که متأسفانه این سیاست جدید هم می‌بینیم که به علت بلاهت و حماقت مردان جمهوری اسلامی آتشش باز دامن جوانان وطن رو گرفته و تنی چند از جوانان ایرانی، فارغ التحصیلان، نخبگان و مهندسان عرصه انرژی هسته‌ای می‌بینیم که ترور می‌شوند و در واقع خون‌های به ناحق ریخته است که در بین بازی غیر خردمندانه زمین منازعه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی این جوانان جان می‌بازند و کشته می‌شوند، که تاکنون دیدیم به دفعات برخی از دانشمندان هسته‌ای ما در این رابطه کشته شدند. خب، خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با دیگر مطالب منتخب. تمامی روزنامه‌های چاپ تهران الان شما می‌بینید، می‌خوام اتفاقا یه نگاهی هم بیاندازم که نوعی همدردی مطبوعات تهران با حادثه زلزله افغانستان بود، بسیار ملت ایران رو متاثر کرد. طبیعتاً همه کسانی که مهری به هم نوعان خود در اقصا نقاط عالم دارن بدین روی متاثر میشوند. خب، افغانستان که دیگر از ایرانیان آنور مرز هست و از همتباران ما که مهر ملت ایران هماره محضر آنها مضاعف باد. روزنامه آرمان امروز در گزارشی تحت عنوان زخم طبیعت بر پیکر مجروح افغانستان به کار تأکید بر واژه پیکر مجروح، همانا خب رنج و مصیبت مستمری که این ملت با آن درگیر هستند، نشانگر این عبارت بوده. حالا من یک اشاره بکنم، ما خیلی جالبه، اخیرا میبینم دو تا روزنامه هم لوگو مثل آرمان ملی داریم و آرمان امروز، همه چیزشون هم شبیه همه. حالا بایست بیشتر بررسی کنم که آیا آرمان ملی ذخیره هست روز مباداست که اگر آرمان امروز رو به تعبیری سر بریدن یا اون یکی رو سر بریدن، این یکی بخواهد جایگزین شود، چرا که هم در صفحه‌آرایی و هم در محتوا وجه تشابهی خیلی بالایی دارند. ادامه میدهم. خانه همسایه لرزید از روزنامه آرمان ملی، به همین ماجرای
افغانستان اشاره کرده بود. خلاصه شما میبینید تمامی روزنامه‌های چاپ تهران به این موضوع پوشش وسیعی دادن در صفحه یک خود، در گزارش‌های یک خود. شوربختانه بایستی محضر شما بینندگان عزیز اعلام کنم که البته آگاهی یافتید، شماره قربانیان از مرز 1500 نفر فراتر رفته و این در حالی است که طالبان از نرسیدن کمک‌های جهانی گلایه کرده بود. گزارش‌ها از افغانستان حاکی از افزایش شماره قربانیان زمین لرزه دیروز چهارشنبه هستش. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شمار مجروحان زمین لرزه‌ای که دیروز به وقوع پیوست رو 2000 نفر اعلام کرد. ایشان افزود که دسترسی به مناطق زلزله زده بسیار دشوار است و به ابزارآلات ویژه نیاز دارد. سخنگوی طالبان با انتقاد از کشورهایی که وعده کمک به این کشور رو داده بودند گفت که هیچ یک از وعده های آنها برای کمک به زلزله زدگان تاکنون اجرایی نشده. دفتر سازمان جهانی بهداشت در افغانستان در حساب توییتری خود اعلام کرده بود که محموله‌ای حدوداً 10 تنی از کمک‌های پزشکی و اورژانس در راه مناطق زلزله زده در این کشور است. البته می‌دیدم که خود جمهوری اسلامی هم اعلام آمادگی کرده که محموله‌های رو فرستاده. پاپ فرانسیس هم اظهار به تعبیری بر ضرورت مساعدت به ملت افغانستان تاکید کرده بود و دیدم که گفته بودن 2000 خانه به طور کامل ویران شده، که خب نظر به جمعیت بالای خانوارهای مسلمان افغانستانی طبیعتاً میتوان آمار کشته شدگان بیش از 1800 2000 نفری باشد که تاکنون اعلام شده، چنان که خود مقامات طالبان هم اعلام کردند که به طور قابل ملاحظه این آمار امکان بالا رفتن رو خواهد داشت. خب میبینید شما، من بسیار متاثرم که میبینیم بخش زیادی از روزنامه‌های چاپ تهران در سفارایی‌های خودشون متاثر از این بابتم که صحنه‌های درد و رنج افغانستانی‌های عزیز رو میبینیم. ناقوس مرگ در خاک خسته عبارتی بود که روزنامه ابتکار برای همین ماجرا به کار برد. هزار کشته در زمین لرزه افغانستان عنوان اصلی گزارش روزنامه اعتماد بوده و بسیاری از روزنامه‌های دیگر که دیگر من امکان بازخوانی همه آنها رو بیشتر ندارم. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنیم با چند مطلب دیگر که بسیار مهم بوده. بحث آقای طائب رو مطرح کردم که گفته شده که بازداشت ترور و مسائل از این دست. این نکته خیلی جالب بود که بگم آقای لاواروف برای یک سفر دو روزه به تهران اومده. گفته شده خیلی از روزنامه ها امروز این رو منتشر کردن، شما الان میبینید صریحا و حقوقی و رسمی گفته شده که به دعوت آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه اومده، اما اولین دیداری که کرد با آقای رئیسی بوده. نوع رابطه روس‌ها با جمهوری اسلامی در قوقای نبرد اوکراین وارد فاز تازه‌ای از تحلیل‌ها شده. رسماً روس‌ها جمهوری اسلامی رو به بردگی کشاندن، معنای استعمار رو به استثمار مبدل کردن و من خب نکاتی رو میشه بگم که بسیار جای تأسف هست که به درستی ملت میگن که دروغ میگن، میگن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. دشمن اصلی جمهوری اسلامی است که با دشمن اصلی تر که روس‌ها باشن اینگونه همسویی و همسودی میکند، نه به نفع ملت، به نفع خودشون. چرا که الان میخوام نکاتی رو بگم که میبینیم چگونه روس‌ها چنگ انداختن بر جان و مال و حیثیت و دارایی ملت ایران. خب الان میبینید صحنه دیدار آقای لاواروف و آقای رئیسی رو میبینید و صحبت‌هایی که اساساً ندیدم جای مفاد و جزئیاتی از مطالب اونها منتشر بشه. اما نکته‌ای رو که میخوام با این تأکید بگم، علارغم این آمد و شدها، دیشب من یک گزارش رو پخش کرده بودم براتون به نقل از یکی از روزنامه‌ها بود، به گمان مردم سالاری بوده، که اشاره می‌کردن تحت عنوان شبیخون قطر به گاز مایع منابع مشترک. خب ما تحلیلمون رو ارائه کردیم، به علت انفعال مردان جمهوری اسلامی طبیعتا کشورهای دیگر از منابع مشترک دست به کار می‌شوند و به نفع خیش می‌کوشند. جمهوری اسلامی کاملا میدان رو واگذاشت به چین‌ها و روس‌ها. الان جدای از این که در مقوله به تعبیری بحران اوکراین این فرصت تاریخی بزرگ برای ملت ایران ایجاد شده بود که جایگزین انرژی برای اروپا باشند، از قضا می توانستند با مقداری انعطاف در دیپلماسی برجامی مسیر رو پیش ببرند که یک دستاورد دراز مدت تاریخی متوجه ملت ایران شود. نه تنها از این فرصت استفاده نشد و جایگزین انرژی روس‌ها برای اروپا نشدن، خب دیدیم که کشور قطر و دیگر کشورهایی که این قابلیت رو دارن این کار رو انجام میدن. نه تنها روس‌ها اجازه این کار رو به اینها ندادن، عملا در دو ساحت
در دو حوزه به نزاع و علیه منافع ملت ایران وارد شدن. یکی اینکه نفت خودشون رو بسیار کمتر از قیمت بازار به کشورها میفروشن، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی اصلا مشتری های همیشگی که داشت به مشکل خورده. الان همینطور برای مسئله فولاد ایران این موضوع تکرار شده، عملا از پشت خنجر زدن روس‌ها و پذیرفتن مقامات جمهوری اسلامی در جلوی دوربین و دیپلماسی عمومی میبینیم که جمهوری اسلامی عملا اینگونه دست دوستی به دشمنترین دشمنها میدهد. خب در همین رابطه که از فولاد اشاره کردم، فقط اشاره کنم که مجمع جهانی فولاد در گزارش جدید ماهیانه خود از سقوط 18% تولید فولاد خام ایران در ماه می نسبت به ماه مشابه پارسال خبر داد. حسب این گزارش که در سایت های مرتبط منتشر شده، جمهوری اسلامی در ماه گذشته 2,300,000 تن فولاد تولید کرده. ماه آوریل نیز تولید فولاد ایران افتی 21% رو شاهد بوده. در همین رابطه روزنامه شرق دیدم یک گزارشی داده که از تخفیف های چشمگیر روس‌ها به مشتریان فولاد خبر میداد که بازارهای صادرات فولاد ایران رو مختل کرده. آقای شهرستانی به شرق میگفت روسیه تخفیف های 15-20% برای فولاد خود در نظر گرفته و به همین دلیل کشورهای مثل چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند، این بار فولاد مورد نیاز خود رو به روس‌ها سفارش دادند. بله، اینم دستاورد دیدارهای مقامات جمهوری اسلامی با مقامات روسی است، کشوری که عملا در یک تجاوز جهانی به اوکراین رسوای خاص و عام شده و میبینیم که جمهوری اسلامی به علت تنهامانی، به علت سیاست‌های غلط و انزوای جهانی ناگزیر با لاواروف و پوتین‌ها بایستی تازه باج بدهد، نه فقط همنشینی کند، نه تنها امتیاز نمیگیرد که امتیاز میدهد. و این دردی است که واقعا جامعه ایرانی رو آزرده میکند که اسیر چه مقاماتی شدیم، مسئولانی شدیم که نه تنها در پی تأمین سعادت جمعی جامعه ایرانی نیستند، از قضا رسماً و علناً به ایجاد مشکل برای جامعه میکوشند. ساختارهای حکمرانی باید تغییر کند. عنوان گزارشی بود که روزنامه خراسان در واقع منتشر کرده بود. گزارش گفتگویی بود که با آقای باهنر، همان محمد رضا باهنری که به هر روی از چهره های اصولگرایانیست. حالا این مطلب چرا مهم بود؟ من اشاره کردم چندی است بحث تائب، اگر درست باشد، به هر روی موضوع کوچکی نیست که کسی که این میزان تمام قد گوش و چشم مقام رهبری نظام هست و جنبش سبز رو در راستای منویات آقا سرکوب کرد. خب البته تجربه نشون داده که تکرار میشه، چرا که خود آقای فقیه آملی لاریجانی هم یکی از بازوان اساسی سرکوب جنبش سبز بوده و برای خوشایند آیت الله خامنه ای بعد از مقوله قیام انتخاباتی سال 88 همه رقم نقش بازی کرد برای بقا و محبوبمانی بیت. خب دیدیم آخرالامر حذف شد. جدای از این موضوع، آقای طائب هم اگر موضوعش اگر درست باشه، چرا که منبع خبری تایید همه جانبه نکردن، صرفا گفتن که بستری شده، مجروح شده، بازداشت شده، خبرهای خیلی متناقض بوده. البته دیدم کسی توییت کرده بود که میشناسن ایشون رو، همسر آقای هدایت الله آقایی، خانم هنگامه شهیدی، خب به هر روی نزدیک هست به مقامات اصلاح طلب، خیلی نزدیک هستش، محتملا یک اطلاعی یافته که چون این توییتی رو زده بوده. هرچه که هست، این فعل و انفعالات، این جابجایی ها، این ترورها، این حفره های امنیتی، باگ ها و رسوایی ها در حوزه هایی که اساسا امنیتی هستند، معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه، همه و همه اینها نشانگر اینی که به تعبیر آقای باهنر ساختار حکمرانی بایستی تغییر کند. این مصاحبه ها، اونم از محافل دست راستی و اصولگرایی، این مصاحبه ها به مثابه دیپلماسی مدیایی و رسانه‌ای در یک سوی ماجرا و این کرد و کارها و فعل و انفعالات در میدان، همگی حکایتگر یک قوغایی در پس پشت پرده
قدرت جمهوری اسلامی است که یا از درون تنش ها بسیار بالا رفته یا در فرایند جایگزینی رهبری یک سری شورش های درون نهادی شروع شده یا اساسا کارنابلدی و ناکارآمدی دولت ابراهیم رئیسی عامل بازخیزی اعتراضات در سطوح قدرت شده یا شاهد رویش نهله ها و لایه های جوانتری از نیروهای موسوم به ارزشی هستیم که محتملاً با آگاهی از فضای تنگ و رنجبار جامعه در واقع دست به این افشاگری ها میزنند. هر آنچه هست ستیز و گریز، جدال، نزاع، دعوا در سطوح محافل بالادستی در جریان هستش و خبرهای از این دست، از اعم از ترورها، ترورهای نظامیان، اعم از هژمونی و اشراف و حضور بسیار پررنگ نهادهای امنیتی اسرائیل در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، شایعه برکناری یا بازداشت یا مجروح شدن یا ترور آقای طائب و احتمال بازگرداندن شخصی به نام آقای حیدر مصلحی به جای آقای طائب، همه این پارامترها حکایتگر در واقع یا نشانه های یک فروپاشی عظیم در درون ساختاری است که مملو از مردان کوته پایه است. در عصر کنونی نه هاشمی رفسنجانی سیاس وجود دارد که با خطی از خواب و خاطره بخواهد رهبری موقت بسازد، نه فرزند آیت الله خمینی سید احمدی هست که بتواند با جعل امضای نامه های پدر بتواند مسیری رو پیش ببرد. هر آنچه که هست دفع افسد به فاسد هست و نزاع ظالمان و فاسدان در محافل بالادستی. با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.